السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجازة من تعبير كبار در قلبي من در قزمة من رجل عظيم بحرف فارسي بسويه كما دارا مباشر. همه چیزا از طرف خدا مقدر میشه و من نمیفهمیدم در سال 84 وقتی که خدا مرا سوق کرد و طرف افغانستان من حیثیت کشور اسلامی که از طرف عقیده الحاد اشغال شده با اساس از او یک واجب اسلامی یک دین اسلامی علیه ما که به این کشور برم و کمک کنم و نمیفهمیدم که خدا الله سبحانه و تعالی به ما یک تحفه را تهیه کرد برای ما و به اساس اون تصادف الهی تقدیر الهی تا به امروز زندگی ما به اون اساس هست که عبارت از دیدن و ملاقات با احمد شاه مسعود رحمت الله علیه. در سال 1985 بعد از اینکه یک سال در مزار شریف تیر کردیم، تقدیر الهی به اساس بعضی ترتیبات، بعضی شوق تصمیم گرفتیم که به طرف پنشیر برم که تبعی به احمد شاه مسعود معرفی شوم. و بعد از 9 سال ماندم همراه مسعود تا وقتی که جهاد خلاص شد و داخل شد به کابل پیروزانه و فاتحانه. و ما درک نمی کرد با ذهنی ما مسعود یک انسان عظیم، یک انسان بزرگ، مسعود یک مکتب، مگر یک تعبیر دقیق کوتاه به این معناهات خلاصه کنم نتوانستم تا وقتی که در سال 88 الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه موفق شد تکی خود را از پاکستان و از پیشاور خود را بکشد و پیش مسعود برد. وقتی که بعد از زندگی کردن یک ماه همراه مسعود رحمة الله عليه و همراه قهرمانان مسعود با یک جمله مخلص خلاص یک جمله بعد از پیشاور آمدن گفت مسعود ظاهرة قل ما تتکرر في التاريخ. مسعود یک پدیده که بسیار نادرانه که تکرار میشه در تاریخ و این ریفرنس از یک عامی نیست که بگویم که متحمس بود یا از یک انسان سطحی، نه. این رفرانس و این شهادت و این اعتراف از یک عالم، از یک مبارز که جهان اسلامی را خوب میشناسد، رهبران دنیا را خوب میشناسد، مفکرین دنیا را خوب میشناسد. وقتی که این وصف را میده به احمد شاه مسعود بناً این وصف وصف علمی است بر اساس تجربه است، بر اساس خبره است، نه یک وصف سطحی. و فعلا روز به روز روزی ما سالهای ما کلانتر میشن، تجربه های ما کم و بیش کلانتر میشن و ما هم درک میکنم چند مسئولیتی که به دوش داریم امروز، جمع های سیاسی، بعضی از جمع های
جورنالیزمی، بعضی اوقات جبهه روابط، بعضی اوقات روزانه، هر روز ما انکشاف پیدا میکنیم که واقعا چی نوع از هدایت الهی که ما را سوق کرد تا که به این انسان عظیم معرفی شود و تا به امروز انرژی کاری ما بعد از خدا از این نفر مستمد میشه. و روزها ثابت شد که این مکتب مکتب شرقی نبود و مکتب غربی نبود. این مکتب حرکت خود را استقرار میکند از مکتب اصلی، مکتب سیرت محمد صلی الله علیه و سلم، مکتب رحمت، و در عین زمان مکتب مقاومت، مکتب تشدد در حق، و در عین زمان لطف در مسائل که حق نیست. و هدف از ذکر کردن این مکتب و مناقب این مکتب و مناقب احمد شاه مسعود، هدفش نیست که یک قصه و یک کتاب و یک رساله در کتاب خانه اونجا میمونه. این مکتب و این سیرت باید یک روشن و یک نور و یک راه برای نسل‌های آینده. بسیار صعب است، آسان نیست تا که یک انسان بیاید سر استیج و در قسمتی یک انسان عظیم حرف زده، حرف بزنه. مشکل است نسیرت یزین عظیم کوتاه و خلاص شود و نه ساعتها و روزها گپ زدن در قسمت این عظیم هم مختصر کردن. بسیار سخت است. مقصد میخواهیم که چند چیزی که داریم در قلب خود، چیز استفاده ای که ما از این انسان عظیم آموختیم، میخواهیم که نسل‌های آینده افغانستان و نسل‌های آینده جهان اسلام، چون این مکتب تنها مکتب افغانی نیست، این مکتب مکتب جهان اسلام است، و این مکتب تنها مکتب جهان اسلامی نیست، این مکتب مکتب انسانیت و بشریت. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اون تعهد به قرآن من حیث مورد فیض شد باید این من هست. از این خاطر نسل های آینده زودتر بخونه از این مکتب بیاموزید. در سال 84 اولترین دفعه در یک کاروان مجاهدین، تصادفی و تقدیر الهی بود، کاروان های جمعیت اسلامی بود، برسن بطاری که مزار شریف حرکت میکرد، دو ساعت بین تقریبا دو ساعت یا سه ساعت مجاهد و موازین سلاح و چیزی که بود، ما سه عرب بودیم. ببینید که این مکتب مکتب انسانیت است و اساسی تجربه میکنید. یک جوان متحمس سطحی اشیاء را میبینه، بعد بزنی از او مسائل بلاک اند وایت، مسلمان و نان مسلمان، مسلمان و کافر، قضاوات به این اساس میشه در دنیا. یک تصادفی و تقدیر، همراه ما در کاروان سه نفری از فرانسه بود. یعنی ما هست، یعنی امون چیل رود رای تکی به مزار رسیدیم، یعنی روزهای این سه نفر فرانسه را تلخ
کرده که این کافر است، اینجا چی میکنه؟ مردم افغانستان افغانستان ملوث میسازه و این و آن و این و آن و اون شکایت مزاحمت. بعد از اون وقتی که با مجلس مسعود ملاقات کرده دیدیم پیاده کردن سیره نه من حس یک شعار، پیاده کردن احکام اسلامی و طریق پیغمبر صلی الله علیه وسلم از طریق تندروی و از طریق شعار و از طریق تشدد نیست. چرا؟ 20 کتاب میخونه نفع و مفاد نداره، به اندازه عملی دیدن سیرت پیغمبر در میدان. و میکرد مسائل مسعود برای ما کتا ساخت. این مسائل مسائل شعار نیست. پس هم بالاخیر چون که مهم نیست ضرورت قرآن خواندن، مهمتر فهم قرآن. فهمیدیم بعد از 15-20 سال میفهمی که الله سبحانه و تعالی اونها را مجبور نساخت که باید مسلمان شد. از کجا آوردیم این دلیل تا که مردم را مزاحم بسازید چرا مسلمان نمیشه؟ حقیقت ما خوش هستیم که ببینی کل جهان مسلمان شد، مگر این مورد جبر و قهر نیست. از کجا یافتیم در قرآن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. الله مفهم كدر إن كوري زمين 6 بليون زندگي بيكنا چاينيز و جابانيز و أوروبيان و مسلمان و آسيوي. شما فقط رسالة الإسلام را أدا كنه بحكمة وموعظة. این مورد خشم شدن علیه دیگران کسانی که مسلمان نیستن نیست، وجود ندارد در قرآن که باید خبر شد. مگر این معنا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما جهاد کردن اونها را هدایت می‌کنند. یعنی مسعود از نظر نصوص قرآنی و فقهی عالم نیست، به معنای خواندن نصوص بکر، خواندن نصوص، آوردن صدرها و متنها از کتبهای قدیم و ذکر کردن سر منبر، این معنای علم نیست. معنای علم ادراک، معنای علم استنباط، معنای علم فهم. و این معانیها در وجود احمد شاه مسعود. ما بخوندیم و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مگر این آیه تفسیر این آیه من حیث یک روش هیچ فرصت پیدا نمیشه که ببینی این آیه تفسیر این آیه عملی در روی شما. تا وقتی که ما دیدیم اسیرها در شمال، اسیران مسعود، روزی که ما میبینیم اسیری در عراق یا انسان غربی یا انسان جورنالیست یا هر صورت که باشد و بر روی کامیرا میاید و گردن از او قطع میشد و همراه نرای تکبیر، این بدنامی برای نرای تکبیر. وقتی که ببینید در پنجشیر و در تخار و در اون مناطق اسیر، او وقت میفهمید چی معنا؟ معنای قول الله تعالی و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اسیر چی رقم معامله شو همراه اسیر؟ وقتی که میره و از دکتر سید عبدالله میخواهد دکتر سید برو و
وضع بندیه را ببینید چی حالت است. بخاری ما به گرم دارد یا ندارد، نان با وقت میرسه یا نمیرسه. یه همراه کیست؟ همراه مهمان ها؟ نه، همراه کیست؟ همراه اسیره. و بالاخیر اسیر روس وقتی که میبینن چی نوع از رحمت، چی نوع از عدالت، چی نوع از انصاف، بالاخیر تصمیم قاطع میگرد و میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. امکان داره که یک چیزی بسیار عجیب است در دنیا، که تا امروز تو در تمرز هستی همراه اسیری خود در روسیه و او مسلمان است. کلش مسلمان نشده مگر برداشت و خاطره انسانیت و خاطره افغانیت و خاطره فرهنگ اسلام و فرهنگ افغانستان یقینا به همراهشون در طول زندگیشون میباشد. و این امکان دارم ما پیش از اینکه امین معامله را ببینم به چشم خود، ما من حسی حافظ قرآن امکان دارم هزار دفعه در تراویح خواندم امین بایر، مگر کی بیایه و پیاده کنه عملی کنه این آیه تا کی تأثیر خود را بند اساسه و به او اساس مسلمان میشه و به او اساس جنگی میشه. یک حدود نیست که دوباره جنگی شدن هم رئیس خود علیه نوسان. بناهن این مکتب، مکتب قسمی ذکر کرد، تنها یک مکتب فیض برای افغانستان نیست، برای جنان اسلامی نیست، برای بشریت. و امروز مکتب عدم حرام خوردن، مکتب مراعات بیت المال، باصطلاح امروز کراپشن. بخونید این مکتب را اگر بخونید حرام را نخورید. و مکتب مقاومت، مکتب اعتدال، مکتب استقلال، مکتب سلیقه، مکتب الذوق، مكتب الطلب علم، كل المسؤوليات هاي كي قدوش المسؤول بود هيك وقت از طلب العلم متوقف نشد. هر نوع علم، از هر نوع، تكنولوجي، فقه، قرآن، لغة عربي، لغة شعر، هر نوع. هون نسل هاي عين داري افغانستان فرصتي كي شما داري یک نعمت الهی است و ارجو الله از این نعمت محروم نشود، چون که امروز افغانستان به یک حال خدا افغانستان آرام بسازد و ما فکر میکنیم یک مخزون و یک ذخیره عظیم مردم افغانستان دارد برای حل مشکلات خود. قسمی که ما ذکر کردم در اول حدیث ما، در اول صحبت ما، حدیث در قسمت این رجل عظیم خلاص نمیشه و کتا سخته نمیتونیم. سیار است، خیلی عظیم است. زمین خاطر میخوایم که حد صحبت خود را خاتمه بیاره.